سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران گفت پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بین دو کشور در هفته جاری از سر گرفته شده و منعی برای صدور مجوز پرواز به عراق وجود ندارد. محمد حسن زیبخش اظهار کرد پس از شیوع ویروس کرونا محدودیت های سفر در برخی مسیرهای پروازی اعمال شد که پرواز ایران به عراق نیز مشمول این محدودیت ها قرار گرفت وی خاطر نشان کرد با توافقات صورت گرفته بین دو کشور مقرر شد پرواز شرکت هواپیمایی عراقی در مسیر تهران نجف، تهران و مشهد و نجف مشهد از هفته جاری برقرار شود و در حال حاضر محدودیتی برای صدور مجوز به شرکت های هواپیمایی ایرانی وجود ندارد. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران هرچند در پاسخی روشن به این سوال که آیا در حال حاضر امکان سفر هوایی برای مسافران عادی و زائران وجود دارد یا نه نداد اما تصریح کرد مقرر شده تا پروازهای شرکت های هواپیمای این کشور به ایران از سر گرفته شود و ایرلان های ایرانی نیز می توانند با دریافت مجوز در مسیر پروازی مذکور به جابجایی مسافران اقدام کنند و افزود در حال حاضر هفته ای دو پرواز از تهران و دو پرواز از مشهد به شهرهای نجف و بغداد برقرار است و اعزام و پذیرش مسافران مستلزم تایید کشور عراق است برخی منابع آگاه میگویند که سفارت عراق در ایران برای صدور ویزا به زائران و مسافران عادی مشکلی ندارد اما بنا به درخواست کارگروه مبارزه با کرونا در ایران و فشارهای حکومتی ویزا صادر نمی نماید. این در حالی است که مسئولان حکومتی در ایران برای سفر به دیگر کشورها پروتکل هایی را ترتیب داده و مسافران در حال رفت و آمد هستند.